دولت سیفی هستم، حدود 26 سال در مناسبات مجاهدین بودم، نزدیک به 6 ماه از اونجا خارج شدم. میخواستم امروز که روز 19 فروردین، هم ایامی که اون اتفاق کشتاری که در اشرف در این روزا افتاد، توضیحاتی سر این موضوع بدم. الانم اینا کماکان هر سال داره مریم رجوی سوء استفاده تبلیغاتی سیاسیشو میکنه، الان هم تو آلمانی همین موضوع رو راه انداخته. بس اینه که من خودم شخصا علیرغم این که این کشتار آدم های بی دفاع و بی سلاح رو محکوم میکنم توسط دولت عراق، ولی واقعیت اینه که باید دید که مسبب و داستانی که راه افتاد کی بود و کی باعث شد که این کشتار صورت بگیره تو اشرف. این در حالی بود که دولت عراق به آمریکا و کمیساری ها گفته بود که ابلاغ کنند به سازمان مجاهدین که این زمین ها رو میخواد پس بگیره، و این ابلاغ شده بود بهشون و اینا میدونستن که در جریان موضوع بودن، ولی متاسفانه گوش نکردند و با طبق معمول با نشست های دروغین و اینا با آدم ها رو راست حرف رو نزدن که موضوع چیه. میگفتن میخوان اشرف رو بگیرن و این بحث زمین کشاورزی نیست و این ترفند و فلان. این در حالی بود خب ما آدم نظامی هستیم، هر آدم دو تا چارتای مسائل نظامی بدونه، کسی که بخواد اشرف رو بگیره که از نقطه مشخصی نمیاد، از همه جا میتونه، ارتش داره، نیرو داره، میتونه حمله کنه، هلیبورد کنه اگه قصدش گرفتن اشرف بود، که این واقعی نبود، بس همون زمین ها بود. این در حالی بود که من خودم اون موقع در ظل شمال قرارگاه بودم که ساعتهای تقریبا ساعت 4 صبح بود که دیدم صدای ماشینالات مهندسی و صدای زرهی و اینا بیاد. سوال کردیم از موضوع که این داستان چیه، چیز درستی نگفتن، گفتن هیچی نیست، جا به جای ارتش عراق و فلان اینا بگذاریم، که اینا از ظل شمال از به اصطلاح 200 وارد شدن. ما پشت مزار بودیم اون موقع، بعد دیدیم صدای ماشین آلات و اینا داره میاد، دارن میان تو، رسیدن از در 200 که اومدن وارد شدن به سمت مزار، یهو صدای شلیک و تحریکات این صدای شلیک و اینا ما شنیدیم. بعد دیدیم با داستان درگیری شروع شد و از این برم این در حالی بود که با اینا اعلام کرده بودن و اون موقع هم در صحنه میگفتن که مقاومت نکنید، عقب نشینی کنید، ما قصدمون گرفتن این زمین هاست، ولی فرقه با بلنگو با تحریکات توسط سرانش آدم ها را تحریک میکرد که بیشتید، حمله کنید، دفاع کنید، فلان کنید، و اونا را تحریک میکنن. در واقع باعث شدن که اونا هم در دفاع از خودشون به هر حال وارد این درگیری بشن و تعداد زیادی از آدم ها تو این مسیر تا رسیدن به خیابان صد به هر حال کشته شدن. ما خودمون از اون ضلع شمال اینا آمدن وارد شدن، قرار شد بریم مقر خالد که اونجا افمون بود، بریم اونجا با یگانمون و با افمون اونجا ملحق بشیم، که وقتی وارد مزار شدیم دیدیم همه آدم ها پریشان و نگران هستن، یه چند نفرم تیر خوردن افتادن رو زمین، و به هر حال همه در تشویش و نگرانی که موضوع چیه، کسی هم اطلاع نداشت از این داستان، اینا خودشون همه چیز خبر داشتن. به هر حال ما رفتیم از اونجا، اینا فکر کردن ما هم داریم رد میشیم، میخوایم حمله کنیم، رگبار بستن و ما رفتیم تو مقر خالد. باز اونجا اینا ادامه دادن به این تحریکات سران فرقه زنا که وایسید، اینا شما ایستادگی کنید، دفاع کنید، اینا عقب نشینی میکنن و فلان میکنن، اینا میخوان اشرف رو بگیرن، اشرف ناموس ماست و نمیدونم اشرف باید ازش دفاع کرد و فلان کرد. این در صورتی بود، این دیکته شده مسعود رجوی بود، این هدف سیاسیش بود، میخواست میوه چینی سیاسی بکنه، و به هر حال ما اونجا بودیم شاهد نگرانی ها و ترس و دلهوره آدم ها بودیم، و بغل دستمون نفراتی بودن تیر خوردن تو سرشون، تیر خورد به پاشون، تیر خورد. بعدم همون صحنه وقتی اینا دیدن صحنه جدی شد، همونجا خودشون بلنگو ملنگو کنار گذاشتن، از صحنه خارج شدن، فرار کردن. ما هم بعد از وقتی دیدیم دارن میان، ما هم عقب نشینی کردیم به سمت مقر معین و بعد به سمت خیابون صد، در حالی که اونا میگفتن هر کس هم واقعا
اگر مقاومتی نمیکرد، تحریک نمیکرد، کاری نداشتن. یعنی اونا قصدشون این بود این مسیر رو تا اونجایی که براشون مشخص شده بود تا خیابان صد بیان اونجا مستقر بشن، ایسکا پولیس بزنن. که بعدم وقتی ما رفتیم دیگه کاری نداشتن. ما رفتیم مقر معین، اونا با زرهی و لودر و اینا اومدن تا خیابون صد بدون اینکه شلیکی بکنن اونجا متوقف شدن. ما اونور تو خیابون صد بودیم، بازم اونجا یه سری نارنجک و این چیزا زدن که باز تحریک سران مسئولین اون قسمت بود که تحریک میکردن وایسید برید زیر ماشین بخوابید فلان بکنید، در صورتی که اونا ابلاغ کردن گفتن آقا ما قصدمون از این جلوتر نمیه، ما تا این نقطه اومدیم، به ما دستور داده شده تا این نقطه بیام، از این نقطه هم جلوتر نمیام. یعنی در واقع کل این داستان این سنسازی ها یک هدفی بود که اینا خودشون دنبال میکردن، که یه تعداد آدم رو به خاک و خون کشیدن در اون روز. الان هم هنوز همین الان هم اون موقع هم آدم ها میگفتن خب هم ما زمین رو دادیم هم آدم ها رو کشتیم. اگه شما که میگید ما وابسته به زمین نیستیم، خب جواب این سوال رو بدید که چرا آدم ها را تحریک کردید؟ چرا ایستادید که کار به این نقطه بکشه؟ بعد تو نشست هایی که میذاشتن میگفتن این یعنی ندیدن اصل کس نخارد، این یعنی نجنگ، این یعنی شما در انقلاب خارمدی هم شکاف دارید، نجنگ هستید و فلان، از این موضوعات این شکلی، در حالی که واقعا اینا همش دروغی بیش نبود، خودشون هم میدونستن هدفشون. حالا ما هنوزم که هنوزه الان اومدیم بیرون میفهمیم، بالاخره در جریان ارتباطات دنیای بیرون قرار گرفتیم، بیشتر فهمیدیم که داستان از چه قرار بوده و واقعا اینا باعث شدن اون همه آدم کشته بشه. هنوزم که هنوزه تبلیغاتش و علمش رو به پا میکنن، زیر اون علم سینه میزنن، در صورتی که به وجود آورنده و باعث کشتن این آدم‌ها خودشون بودن و هستن. و الان هم داستان رو ادامه میدن، باز میوه چینی میکنن، باز فلان میکنن. خب خلاصه این موضوعی بود که من میخواستم سر 19 فروردین بگم که واقعا دیگه این مسائل کسی رو نمیفریبه، نه داخل فرقه کسی رو میفریبه نه بیرون، چون همه آدم ها متوجه شدن بعد از این همه سال اینا چه موجودات واقعا دروغگو و ریاکاری هستن و چجوری برای کسب قدرت به هر خس و خاشاکی دست میزنه و واقعا هر جنایتی مرتکب میشه.